همه ولش نه اوکی ولش نمیگیرمش اوکی حساب قضی نمیگیرمش خوبه؟ سلام به دوستان عزیز، فکر میکنم که ما یه مشکل تکنیکالی داشتیم در مورد صدا. خیلی خوشحال میشم که از همین حالا بهم فیدبک بدیم ببین که صدا چطوره. خب ریکوست اوکی، اینجا ما فیدبکی که داریم میگیریم ظاهرا صدا خوبه. لطفاً یه حالا صدا عالیه پرفکت. خب درست شد. این مشکل از چیز بود، ما پیدا کردیم که مشکل از کجا بود. من سوال رو تکرار میکنم. فرمودی که یک عضو کوچیکی از شرکت بزرگ هستیم و بزرگ دوست دارم ببینیم که این کوچیک و بزرگ رو چی تعیین میکنه و کی شما میتونید بگی که عضو فوق‌العاده ای از شرکت یا عضوی بزرگی از شرکت یا از کلن صنعت. فکر میکنم این یکی از جملاتیه که ما ناخودآگاه استفاده میکنیم و واقعا درست نیست الان که بهش اشاره کردین، چون فکر میکنم من همین الان با اینکه شرکت بزرگه 160 شرکت هم، یعنی یک قسمت از 160 قسمت هم، و فکر میکنم جزء 100 فکر کنم جز 200 اول شرکت باشم. خب فکر نمی کنم که به قول شما عضو کوچیکی باشه، ولی این قول رو همینجا پیش شما میدم یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عضو این شرکت خواهم شد. هم البته الان من ندارم بکنم، ولی تو مسیرش هم که این اتفاق برام بیشتر و بیشتر بیفته. بسیار عالی، خیلی خوشحالم که اینی میشنم. خب من در خدمتتون هستم، اگه برنامه اکسترایی دوست داشتین که بیشتر خودتون رو معرفی کنین و دوستان بخوان از شما بشنون، من یه مهمون هستم اینجا در خدمتتون، بیشتر دوست داریم از کل دوستان بشنویم و از شما بشنویم. چشم جان، یه روز پنجشنبه بود و حال من به شدت بد شده بود. به سرکارگرم گفتم دیگه آقا من نیستم، شما کارگاه رو بچرخون، من میخوام برم خونه استراحت کنم. به خاطر یه سری از بدقولی هایی که بهم اتفاق افتاده بود، قرار بود شنبه یه چکم برگشت بخوره. سال فکر میکنم 92 بود 93 بود 93 بود فکر کنم. بعد با حال بد و اینا اومدم خونه و دنبال فرار کردن بودم، چون دوست نداشتم به اتفاقات فکر کنم، دنبال این بودم که گیم بازی کنم، تلویزیون نگاه کنم تا از این حالت در بیام. بعد اتفاقی که برام افتاد اینه که تلویزیونی که این برام برمی کردم، دیدم الهی قمشهی داره حرف میزنه. گفتم بذاری که همین حرف بزنه و من یکمی آروم میشم. یه جمله گفتش که حالا اینا اول بگم، آروم که نشدم هیچی، یه پتکی محکم تو سرم خورد. چرا؟ چون گفتش که دنیا داره تغییر میکنه و اگه تو با این تغییرات تغییر نکنی، زیر این تغییرات له میشه. و اگر چیز جدیدی بهت پیشنهاد شد، تو حق نداری با مطالب گذشته در مورد این چیز جدید تصمیم بگیری. برو مطالعه کن، برو تحقیق کن، اگه بد بود که هیچ، ولی اگه خوب بود حتما انجامش بده، چون شکست خوردی میشه یه تجربه برات. 10 شکست میکنی، تو 11 بار این تجربه یا این 10 شکست باعث میشه 11 بار موفق بشی. اگه موفق هم شدی، موفق شدی دیگه. چرا این حرف واسه من سنگین بود؟ چون من معرفی شده بودم به سیستم و فرار میکردم ازش، چون مهندسی صنایع هم 7-8 مدرک فنی حرفه‌ای دارم، مدرک زبان دارم و اینا، و فکر میکردم یه آدم موفقی ام اینا. بعد که به سیستم معرفی شده بودم، فکر کردم که مثلا هر کی هیچی کاری نداره، مثلا آدمهای کوچیک و اینا میرن از این سیستم، من برم با این همه مثلا مهندسی صنایع و فلان و اینا برم مثلا شامپو بفروشم، و این یه پتک خورد تو سرم که من بیام در مورد این صنعت مطالعه کنم. وقتی این حرف الهی قمشی رو شنیدم، یاد سال 89 افتادم. سال 89 نشستادم با خودم مرور میکردم زندگیم رو، گفتم خب من الان برم لیسانس بگیرم، فوق بگیرم، بعد برم سربازی، بعد برم یه جایی کار کنم 30، بعد بازنشسته بشم، بعد برم شغل دوم، بعد برم سالمندان، خب چه زندگیه، خب الان بمیرم که راحت‌ترم که. خب اگه تهشینه من نمیخوام، خدا اگه قرار تهشین بشه من نیستم. یه تصمیم رو اونجا گرفتم، 2 هدف معنیدار گفتم. یک، بعد پول تو زندگی من تموم بشه تو همون سال 89،
و دومی که باید بتونم میدونی تاثیرگذار باشم، حقوق بده باشم تا حقوق بگیر. به خاطر این تصمیمات از سال 89 تا 94 خیلی کار کردم. یه نمونهش این بود که خب خیلی سخت پشت کنکور بودم، هدف این بود که پول تو زندگیم تمام بشه، اینجوری که رفتم مهندس صنایع خوندم که برم توی کارخونه 10 تا کار رو با هم انجام، 7 8 تا کار رو با هم انجام بدم، 10 15 میلیون بگیرم 10 سال. مثلا اون زمان 10 15 میلیون مثل الان جوک نبود، حالا یه عددی بود بالاخره. خب مثلا یه درآمدی کسب کنم 10 سال تا 30 سالگی کار می‌کنم و اون اتفاق برام میفته. خب با درس شروع کردم، همزمان با دانشگاه کلاس فنی حرفه‌ای می‌رفتم، کلاس زبان می‌رفتم. دو سال شبانه روز درس و دانشگاه و زبان و اینا. و بعد یه اتفاق خیلی بد افتاد. اتفاق بعد این بود که توی بازدید از یه کارخونه متوجه شدیم من نمیتونم با این صنعت، با این درس خوندن و با این مهندس صنایع مایه 15 میلیون در بیارم، چون به کسی که 5 تا کار توی کارخونه انجام میده 2 میلیون بیشتر نمیدم. رویاهام خراب شد، ولی خدا رو 100 هزار مرتبه شکر که هدفم رو روی معنی گذاشته بودم نه روی مسیر. میدونی؟ یعنی من میخواستم این اتفاق برام بیفته، مسیرش دیگه خیلی برام مهم نبود. وقتی که این اتفاق برام افتاد 2 هفته تو خونه بودم، چون خیلی تلاش کرده بودم، بعد انگار همه رویاهام از بین رفته بود دیگه، خیلی تلاش کرده بودم و به جایی نرسیده بودم و اینا. خب شروع کردم چیکار کردم، اومدم خونه دیدم پدرم به شدت مریض احواله. حالا یکم خرس خورده تعریف کنم، پدرم به شدت مریض احواله و بردیمش دکتر گفت 1 سال بعد استراحت کنه. بعد رفتم، مدرک حسابداری هم دارم، رفتم کارگاه بابا رو، یه مشنبه های دستیدار تولید میکردیم، حسابرسی کردم دیدم اون زمان نزدیک به 400 میلیون میشد، 400 تا سکه بدهکار شده بود، یه عدد خیلی زیادی. و من به خاطر این که یه هدفی داشتم که پول تو زندگیم تموم بشه، مسیر رو عوض کردم. گفتم حالا میچسبم 2 سال بعدی دانشگاه، میچسبم به این کارخونه پدر، هم بدهیاشو میدم، این کارخونه کنارش میزنم، هم صبح تا ظهر میشم کارمند، بعدش کارگاه پدر رو دارم و بعدش هم که دیگه تمام میرم، بعدش هم خرید و فروش بار و ماشین و این هرچی. خلاصه براتون بگم که 1-2 سال کار کردم، روز 16 ساعت تون کارگاه کار میکردم تا اون اتفاق افتاد. من معرفی شده بودم، بعد رفتم خونه و الهه قمشه‌ای و تصمیم گرفتم که نسبت به این سیستم مطالعه کنم. خیلی به نظرم سیستم چیپ بود، خیلی فکر میکردم که، چون سطحی میدیدمش، میدونی، عمیق نمیدیدم، فقط سطح رو میدیدم که یه خرید و فروش ساده است، اصلا عمق تجارت رو درک نکرده بودم. ولی وقتی شروع کردم به مطالعه کردن، یادم میاد وقتی همه بالا سریام میپیچوندن دیگه، یعنی از منم ناامید شده بودن وقتی فهمیده بودن درآمد من تو اون کارگاه چقدره. مثلا ولش کنیم بیا، چون زمانا خیلی درآمد خوبی نبود. فکر میکنم اون زمان امین جان عزیز، برادر عزیزم، فکر میکنم مثلا 3-4 میلیون تومان در میآورد اون زمان. فکر کنم خیلی درآمدای جذاب مثل امروز نبود واقعا، و من حس خوبی نداشتم دیگه. تا اینکه این اتفاق افتاد، شروع کردم مطالعه کردم، بولسنیم یه کتاب داد، انقدر روم تاثیر گذاشت، فکر کردم خدا منو تو این مسیر آورده یاد بگیرم تو کارخونه استفاده کنم. یعنی وسطای مسیر گفتم اوکی، این سیستم به نظر بد نیست، اطلاعاتشو بگیرم بزنم تو بیزنس خودم. مثلا مسیر یه جای دیگه ای رفت. ولی وقتی که اومدم باطن این تجارت رو دیدم، وقتی باطن این تجارت رو دیدم، دیدم هر چیزی که من میخواستم اینجاست. همه چی گذاشتم کنار، با اینکه نه درآمد درست بود نه محصول درست بود، گفتم این سیستم مال منه. میدونی؟ من اصلا خدا این تو این مسیر منو آماده کرده که اینجا باشم. همه چی رو کنار گذاشتم و شروع کردم به کار کردن. ولی یه گند بزرگ زدم دکتر، یه گند بزرگ زدم. میدونی اون گند بزرگ کی بود؟ گند بزرگ این بود که من با هدف داشتن نتورک رو جذب کرده بودم، خب، ولی تو خود سیستم هدف رو خیلی جدی نگرفتم و بعد همش بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین، تا این که یه شب ساعت 1:30 شب وقتی سایت بسته شد، شروع کردم به منفی زدن به خودم. درآمدم شده بود فکر کنم 6-7 میلیون تومان و 2-3 روز قبلش یکم خوشحال بودم. وقتی سایت تموم شد، شروع کردم به خودم منفی زدن. آره بس، بله من تو دارست. خب شروع کردم به خودم منفی زدن، گفتم اگه شرایطت اینه، بلند نمیشی عوضش کنی، چرت داری میگی هدف دارم. دونی اگه شرطت اینه، بلند نمیشی تغییری ایجاد کنی، فقط داری حرف میزنی که من هدف دارم، خواسته دارم، فلان دارم. و از اون شب نشستم شروع کردم به نوشتن اهدافم، نوشتن یه سری از برنامه ها.
یه سری از عملکردها، یه سری از هدفها، و فکر میکنم تو عرض فکرم 9 ماه فروشمون رو 12-13 برابر کردیم. یه رشد خیلی خوبی رو ایجاد کردیم و امروز که داشتم مینوشتم که چی تو این جلسه بگم، دوباره یاد اون روز الهی قمشه‌ای افتادم که هدف میتونه چه مسیرهایی رو برات باز کنه. و دوباره تصمیم گرفتم تو 10 سال دیگه تمام تمرکزم رو بذارم رو خواسته هام و روی خلق ارزش تا بتونم یه اتفاق خیلی خوبی رو رقم بزنم. بچه به نظر من یه چیز رو باید حواسمون باشه، وقتی آدم های بیرون انگیزه میگیرن مسیری ندارن باهاش رشد کنن. یکی از بزرگترین چیزایی که خیلی خدا رو شکر میکنم اینه که اینجا همه چی هست و واقعا یه سیستم فول پکیج، یعنی هم حس خوب هست، هم لذت بردن هست، هم درآمد بی نهایت هست، و همه اینا رو کنار هم باید عمیق بشی تو سیستم تا بتونی متوجهش بشی. و اگه متوجهش بشی و عاشقش بشی تموم، از اونجا بعد اصلا زندگی دیگه رنگ و دیگه پیدا می‌کنه. همین دقیقاً. عالی، داستان رو به شکل فوق‌العاده‌ای گفتی، چیزهای خیلی خوبی ما یاد گرفتیم. بحث این که چی بودن، خب در نگاه اول خیلی بحث مهمیه که بعضیا واقعاً توی ذهنشون هست در واقع که خب این کار مثلا اینجوریه، من چرا مثلا باید اینو شروع کنم چون قبلاً مهندس بودم، پزشک بودم یا هر چیزی. این بحث رو اشاره کردین. حالا من نمیدونم که چقدر وقت داریم برای مهمون بعدی، ولی یه سری نکات دیگه هم هست که من حتما توی مهمون بعدی در مورد مهمون بعدی حتما در موردش اشاره میکنم. یه جریانی هست، دوستان عزیز میگن کامنت ها رو ببندین، حواسمون پرت میشه. این لایو برای افرادی که حواسشون به سپیکر نه به کامنت. خب اونایی که کامنت بخونن، کسایی که اومدن از جواد جان یاد بگیرن، اگه تو پتفان کد چیزم دورو برشون باشه، فقط به داستان زیبایی که خود جواد جان گفت توجه میکنن. دوست دارم که کامنت ها باشه، چون بعضی وقتا صدا میره چیزی، اینا من ازش فیدبک بگیرم. بقیه چیزایی که افراد برای خودشون نظرات خودشون دارن اصلا مهم نیست اون جریان. خیلی خیلی ممنونم از زمان فوق العاده ای که در اختیار ما گذاشتین جواد جان، و مرسی بابت داستانی که تعریف کردی. مرسی بابت این که یه مدلی هستی که افراد در واقع میان و دنبال میکنن، و هم برای ما، هم برای تمام دوستان، هم برای خودتون و کل خانواده. امیدوارم که هر روز قوی تر و قوی تر بشین، چون ما به افراد قوی بیشتر از هر زمان دیگه حالا احتیاج داریم. مرسی که قوی هستی برای هممون. مرسی. یه نکته بگم، فقط میخوام ازتون تشکر کنم چون حرف نمیزنید، نشون میدین بهمون. امروز با امین جان صحبت میکردم، گفت جات خالیه، میگم جام خالی نیست، فعلا باید برم یه سری از عملکردها رو انجام بدم تا اونجا جام خالی باشه. بهتون قول میدم که سریعا تو اون جام بیام و ایشالله بتونیم هم ارتباط خوبی رو ایجاد کنیم با هم دیگه، و هم تأثیر خوبی رو بذاریم رو کل این کره زمین که بلکه بتونن آدم ها زندگی بهتری داشته باشن. دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی که هستی. قربونت برم. مرسی. چیز داریم، ریکوست داریم. بله. خب میریم که خانم توکلی عزیزی داشته باشیم. این صحنه. خب وی ریکوست خانم توکلی. بله. همه دوستان ما که اینجا داریم لذت میبریم. امیدوارم که همتون هم به سلام. سلام. خوبی؟ خانم توکلی. عالی. متشکرم. ممنون. حال شما خوبه؟ خوش اومدید. ممنونم. سلامت باشید. در خدمتم. مرسی. لطفاً خودتون رو برای همه دوستان معرفی کنید، و چون دوستان زیادی داریم از تیم‌های مختلف، شرکت‌های مختلف هم هستن، بچه‌های شرکت ما هم هستن اینجا و شما اینجا هستین، که افراد زیادی دوست دارن از تجربیات شما بشنون و یاد بگیرن برن توی بیزنسشون انجام بدن. ما در خدمت شما هستیم، صحنه مال شماست. بله، در خدمتم حتما. آرزو توکلی هستم، توی خانواده پرقدرت استارز تیم هستم.
یادم دکتر جان اوایل سیستمم بود، تقریبا اوایل تجارتم بود و من وارد یه سمینار شدم که خود شما هم تو اون سمینار بودید اگه یادتون باشه. سمینار توی کیش بود و سمینار آقای جانسی مکسفیل بود. اون موقع من تازه اوایل تجارتم بود و خب این فرصت برام به وجود اومد که توی اون به قولن سمیناره باشم. خب یه سمینار خیلی بزرگ چند هزار نفره بود، تمام افراد موفق اونجا بودن و آقای جانسی مکسفیل هم خب دیگه جای خود داره و خب خیلی جالب بود برای من. اون موقع بود که از تمامی افراد خب توی هر سنف دعوت میشد که بیان روی سن کنار آقای جانسی مکسفیل صحبت کنن. نوبت رسید به سید رضا امیری. وقتی رفتن بالا صحبت کنن، اول سمینارشون رو با یه چیزی صحبت کردن، با یه به قولن متنی گفتن که خیلی ها فکر میکنن الان منی که اینجا هستم و دارم صحبت میکنم فکر میکنن من نمیترسم، ولی کاملا اشتباه میکنن، من هم میترسم. حتی آقای جانسی مکسویل هم که الان اینجا نشستن تو این اوضاع میترسن که اینجا نشستن. و دقیقا آقای جانسی مکسویل من یادمه اون موقع لایک رو داد که دقیقا درست میگی، دقیقا حرفتون کاملا درسته. و اون موقع دکتر یه اتفاقی درون من افتاد، چون من حالا یه کوچولو شاید با لیدرهای دیگه که تا حالا صحبت کردم متفاوت هستم، چون من تا حالا هیچ کاری توی زندگیم جز نتورک اولین فرصت کاری من بود و سریع قاپوندمش و اومدم انجامش دادم. ولی عالی بی‌نظیر عالی. ولی خب تا قبل از اون سمینار دکتر، تصویر من از آدم‌های موفق یا تصویر من از افرادی که میتونن یه جایی تو دنیا داشته باشن و یه حرفی برای گفتن داشته باشن، فکر میکردم یه کار فوق‌العاده عجیب و غریب، یعنی یه جورایی برای من تخیل بود. زمانی که این صحبت رو از سید رضا امیری شنیدم و آقای جانسی مکسفیل هم تایید کردن این صحبت رو، یه جورایی درون من انگار نمیدونم یه تحول اتفاق افتاد، یه تلنگور بود برام. پس آخ جون منم میتونم، پس اینا هم ترسیدن، پس آدم‌های موفق دنیا هم ترسیدن، چرا که نه من هم میتونم از پسش بر بیام. اون موقع وارد تجارت شده بودم ولی خب هنوز یه کوچولو هی دو به شک بودم. مشکلم با تجارت نبود دیگه، چون الان ما همه ما میدونیم اوکی ما همیشه باید بریم به سمت تجارت‌هایی که گرایش‌های جامعه به اون سمته و الان همه ما خیلی خوب می‌دونیم که توی جامعه ما یکی مسئله شغله و باید کارآفرینی اتفاق بیفته و یکی هم مسئله اینه که افراد به شدت دنبال سلامت و زیبایی خودشون هستن و خب این دوتا خدمات رو ما میتونیم به افراد ارائه بدیم و خب خیلی عالی میتونیم توی سیستم بدرخشیم. مسئله من دقیقا با همین ترس اولیه خودم بود، چرا که من خب یه باوری هم که از بچگی به من داده بودن و این نهادینه شده بود، نمیدونم چهره من غلط اندازه چجوری بود، همیشه دکتر جان تو کل فامیل من به عنوان آخه تو دختر ساکتی، آخه یا اصلا حرف نمیزنه، آخه همیشه دم به مامانشه و این کلن توی ذهن من دیگه جا گرفته بود. حالا دهه 70 یعنی میخواستم، میدونستم دنبال یه چیزی هستم، ولی متاسفانه یه سری چیزهای دیگه روی من غلبه میشد و من داشتم یه سری چیزهای دیگه رو باور میکردم. مخصوصا دهه 70 مثلا ما با یه سری کارتونهای بزرگ شدیم، نمیدونم ساعت برنارد کیا یادشونه، سطل سهرامیز کیا یادشونه، کت جادویی، و من توی تصورات خودم دنبال یه چیزی از بیرون بودم. خب باورتون نمیشه، شاید همیشه من فکر میکردم قرار یه ساعت برنارد گیر من بیاد که من همه خواسته هام، همه نمیدونم قول چراغ جادو، همه خواسته هامو از اون بخوام. ولی خب بعد از این مدت اتفاقی که افتاد، گفتم اوکی پس قول چراغ جادوی من مامانمه، چون خیلی خوب منو تامین میکرد. من خواهر ندارم، با دوتا داداش بزرگ شدم و یه کوچولو هم لوس بزرگ شدم، در حدی که تو خونه من تشنم میشد مامانم میگفت رضا شرم پاشت باید دخترم آب بیارید و تأمینم میشدم. مثل این شخصی هست، مثل ماهی هست که توی تنگه و فکر میکنه دنیاش همین یه ظرفه. و چرا؟ چون من اقیانوسی ندیده بودم، دریایی ندیده بودم.
و خب زمانی که این اتفاق افتاد، این تلنگره به من خورد، خب خیلی یه کوچولو به فکر فرو رفتم. پس اوکی، آدم‌های موفق آدم‌های عجیب و غریب نیستن، آدم‌های فضایی نیستن. هر کسی که بخواد میتونه این کارو انجام بده، هر کسی که میخواد میتونه پا توی مسیر موفقیت بذاره. الان شاید خیلی ها هستن، تقریبا 2000 نفر دارن این لایو رو میبینن، و از این 2000 نفر یه سری ها انتخاب میکنن و انتخاب های الانشون، فرصت هایی رو که الان میبینن. من هم توی یکی از همین جلسات، از همین سمینارها، نوع دیدگاه هم تغییر کردم و مسیر متفاوتی رو انتخاب کردم. شاید یه تعدادی باشن الان انتخاب های هوشمندانه انجام بدن و یه فرصت خوب رو بگیرن، ولی یه سری ها ممکنه انجامش ندن. و این اتفاق برای من افتاد. اون روز اینو به عنوان یه فرصت دیدم و بعد از یه مدتی هم خب تعریف از این خانم دختر می شد که این خانم دختر توی سیستم خیلی خوب داره کار میکنه، عالیه، رده های بالا، درآمدا اوکیه. من اون موقع شاید دکتر 7-8 نفر سازمان فروش داشتم. بعد یه روز این خانم دختر قرار بود برای سازمان فروش من جلسه برگزار کنه. زمانی که اومد جلسه برگزار کرد، بعد من دیگه خیلی بیشتر خودم با گفتم چقدر ساده است، چقدر ساده صحبت میکنه، پس میشه. و دقیقا از همون موقع دیگه اتفاقی که افتاد، گفتم دیگه من باید برای خودم تارگت بذارم، مشخص کنم، هدفم مشخص کنم، کجا هستم و به چه سمتی میخوام برم. و خدا رو شکر طول مسیر این اتفاقات یه کوچولو هم توسط، حالا ما خانوادگی داریم کار میکنیم، دو تا داداشم هستن، مادرم هم هستن، و خب اونا اول کار به عنوان کار پاره وقت استارت کردن، ولی خب من خودم تمام وقتی چون تا هیچ کاری تو زندگی من کل کار خفنی که انجام داده بودم فقط درس خوندن بود، رفتم دو تا مدرک گرفتم و اینا. ولی خب خانواده هم، مثلا من داداش بزرگم در مدرسه مغازه دار بودم. نزدیک میشین به چیز بکنم، یه ذره صداشون، صداتون ضعیف شد. بله صدا من ضعیف الان یه ذره بهتر شدین. حالا فکر کنم که یه اتفاق افتاد که صداتون از کیفیت خیلی بالا یهو شد 30% 40%. خب من فکر کنم هندزفری باید هندزفری. بله فکر میکنم که صدا ضعیف شد. تکرار اگه الان اوکیه؟ الان اوکیه؟ حالا خیلی بهتر. بله بله خدا بشوید. و خب برادرم بوتیک فروشی مردونه داشت، داداش کوچیکم دایموند یه چیز داشت به قولند مجموع بازی های خانوادگی داشت توی شیراز، مامانم کارخونه داشت، تولیدی داشت. و خب با این شرایط ما وارد این سیستم شدیم و شروع کردیم تجارتمونو و الان به مرحله رسیدیم که هممون تمام وقت داریم این سیستم رو انجام میدیم و این تجارت رو کار میکنیم. هم هر دو تا داداشم کار گذاشتن کنار، مادرم تولیدیشو جمع کردن. و چون واقعا یه سیستمیه که هم طبق گرایش های جامعه هست، هم یه سیستم خیلی شفاف، یه سیستمی که به روزه و افراد میتونن خیلی خیلی راحت این سیستم خودشون رو ارتقا بدن. میگم که دیگه سیستم جواب خودش رو پس داده، این تجارته دیگه هیچ شکی درش نیست و فقط آدم ها تنها مسئلهی که میتونن داشته باشن که شاید برای خیلی ها بوده، خب اوکی میخوان وارد دنیای فروش بشن. دنیای فروش که شاید منم هیچ وقت تجربهش نکرده بودم، ولی آدم ها انتخاب میکنن. اگه من قرار وارد دنیای تجارت بشم، پس قطعا باید توی حرفه فروش، خرید و فروش خیلی عالی عمل کنم. یادم اون موقع من به داداشم گفتم رضا من که فروش بلد نیستم. گفت چون بلد نیستی باید بیا یاد بگیری، چون بلد نیستی باید مهارتش رو کسب کنی. اگه بلد بودی که من کاری باهات نداشتم. و اگه یادش نگیریم، گاهی اوقات ما میگیم طرف چقدر خوش شانسه، طرف چقدر شانس داره. و شاید برای خیلی ها شانس اینجوری معنی شده که نمیدونم واقعا خوش شانسی چی معنی شده، ولی شانس یعنی یه سری فرصت ها برای ما آدم ها میاد، وجود داره که خیلی هاشون هم برای خیلی هامون یکسانه. یه سری از افراد فرصت ها رو میگیرن و ازش استفاده میکنن، مثلا مثل فرصت تجارت دایرکت سلینگ یا فروش مستقیم توی ایران، و چند سال دیگه
اون شخصه جزء ستاره بازاریابی شبکه‌ای میشه، جزء یکی از همون افرادی که میگن طرف چه شانسی داره. شاید روزای اول که من وارد این سیستم شده بودم یه سری از مثلا دوستان اطرافیان خب جوابی که به من میدادن حالا برو اگه خوب بود ما هم میایم. الان اتفاقی که افتاده همون دوستان الان عوض شده، میگن اگه تو تونستی چون خوب میتونی صحبت کنی. خب یعنی اصولا همه آدما این ترس از ناشناخته ها و شاید ترس از حاشیه امنه وجود داره. و اتفاقی که برای من افتاد و واقعا همیشه مدیون خط آفلاینم هستم، این ترس رو برای من یعنی یه جورایی به من کمک کردن که پا روی ترس هام بذارم، چون اون ترس وجود داره ولی حس میکنم بدتر از اون ترس ناشناخته یا ترس از تغییر شاید خیلی درد حسرت یا این جمله کلمه ای کاش، حس میکنم این خیلی میتونه برای ما آدم ها سخت تر باشه تا تغییرات. و من یه دو تا چهارتا کردم چون به شدت از جمله ای کاش متنفرم. دوست نداشتم چند سال دیگه دو تا داداشم پولدار بشن، بعد همه به جاهای خوب برسن، بعد من عقب بیفتم بگم ای کاش منم رفته بودم، ای کاش منم فلان کار انجام داده بودم. و چون به شدت از این جمله متنفرم و درد حسرت شاید آدما رو خیلی عذاب میده، پس در نتیجه تصمیم به تغییر گرفتم. چون تغییرات دست من و شما نیست و ما باید منعطف باشیم و تغییرات رو بپذیریم و پا توی دل ترس هامون بذاریم. و وارد سیستم شدم و خدا رو شکر که الان در حضور شما هستم. و... سوالی ازتون دارم خیلی سوال مهمیه. فکر بکنم که دوستان زیادی، ما همکاران زیادی خانم داریم اینجا، بخواستم در مورد چیز برامون بگین، امنیت شما توی محیطی که دارین کار میکنین برام بگین. چون یه نفر کامنت گذاشته بود، من میخونم، کنجکاو هستم اینجا و چیز این که حواستون باشه بعضیا به غیرت شوهرشون برمیخوره، یعنی چیزی نوشته بودن اونجا. خب یه مسئله که اصولا خیلی آدم راحت نیست در موردش صحبت کنه، ولی فکر میکنم که جای خیلی خوبی باشه که در موردش صحبت کنیم. در مورد امنیت محیطی که دارین باهاش کار میکنین یه صحبتی بکنین و توصیه‌هایی برای خانم ها اگر فکر میکنین که ممکنه محیط براشون یه ذره مثلا چیز نباشه. گرچه من که معتقدم که یکی از امن‌ترین محیط‌های دنیا رو داریم، مخصوصا به خاطر اینکه افراد زیادی توی خونه کار میکنن و با چیز میتونن کار کنن برای شرط کاری خودشون و رئیسی اینجا وجود نداره، ولی دوست داشتم از شما بشنوم و توصیه هایی که فکر میکنین به عنوان خانم قطعا خیلی بهتر از من میبینین برای دوستان داشته باشین. بله حتما. چه این زمینه، خب در هر صورت میگم که جهان سوم شاید بشه جایی گفت که خانوماشون رو فقط محدود به آشپزخونه کنن و حس میکنم خانوم ها خیلی توانایی ها دارن که در درجه اول باید خودشون رو جدی بگیرن. و بعد از اون قضیه من حس میکنم یه جورایی من خودم مشخص میکنم که چجور با من رفتار بشه، ولی خب به صورت کل خب من گفتم خط بالا سری من دوتا داداشم هستن، برادرای من هستن و قطعاً چون اکثر افرادی که الان توی این تجارت یا حداقل توی تیم خودم من دارم میبینم اکثرا خانوادگی هستن و با خانواده با اطرافیانشون این سیستم رو انجام میدن. چون یه سری یکی از دوستان از من پرسید که چه توصیه دارید که افراد خانوادگی این کار انجام بدن، گفتم ببین خیلی به نظر من احمقانه به نظر میرسه، من یه فرصت بی نظیر دارم که یه تولید کننده اومده تمام یه برند تجاری فوق‌العاده، سایت بی نظیر و حرفه‌ای، همه چیزا در دسترس من قرار داده شده که من بتونم بدون آقا بالا سری یه سیستم و یه کسب و کار رو برای خودم راه اندازی کنم و یه کوچولو احمقانه است که من نرم سراغ عزیزترین افراد زندگیم. و خب قاعدتا خیلی ما اینجا خانوادگی زیاد داریم
و خب امنیت واقعا چون یه سری اصولهایی هم وجود داره توی سیستم توی تجارت، یعنی همینجوری هم نیست که اوکی هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه، ولی در کل من خودم به شخصه حسی که توی به قولن این سیستم دارم، من هیچ وقت نمیگم تیم، همیشه میگم خانواده تجاریم، چون واقعا اینجا همه افراد همه رو مثل یه خانواده میبینن و در کنار هم خب به قولن یه مسیر مشترک، یه هدف مشترک، یه سری کارها رو انجام میدن. ولی خب واقعا من خب توی سیستم دانشگاه نمیدونم یه سری سیستم های مدلی و واقعا خیلی امن‌تر از جاهای دیگه برای من بوده حداقل، و خدا رو شکر بابت اینکه اون روز این فرصت رو گرفتم و الان اینجا هستم. مرسی مرسی، عالی عالی. چیزایی که من گرفتم این که مهمتری چیزشه که شما تعیین میکنید که چجوری باهاتون برخورد بشه در واقع همیشه و همیشه و همه جا و انجام به همین ترتیب، و این که سعی کنید که حتما خانوادتون رو در واقع بیارید با توی سیستم، با شما باشن، ساپورتتون کنن. جدا از این که محیط خیلی امن‌تر میشه، در واقع شما بهترین چیز دنیا رو دارید، حتما باید با خانواده شیر کنید. بهترین بیزنس دنیا رو دارید، حتما باید با خانوادهتون شیر کنید. خیلی ممنونم ازتون خانم آرزو، خانم عزیز، فوق‌العاده بودید. مرسی از این که درسای فوق‌العاده‌ای به ما یاد دادید و امیدوارم که همیشه فوق‌العاده تر بشید. ممنون از شما که بهم گوش دادید. ممنونم، متشکرم. مرسی، ممنون. خدانگهدار. مهمان بعدی که ما داریم میثم جان. میثم جان بالا هستی؟ من میثم جان من چند بار دیدمش، فقط حضوری بکنم دو سه بار گیرمش، و یکی از دوستان فیورت منه، خیلی حضوری را ارتباط چیزی نداشتیم، هم صحبت نشدیم، چون بسیار پسر عید خودم فکر کنم خجالتی باشه یا نه. میثم جان چطوری؟ مخلصم. یه لحظه من پشتم فکر کنم نوره، جا به جا بشم دکتر جان، ببخشید. خودت نور مال خودت فکر میکنم. نورانی شدم. نورانی شدی اساسی. الان اوکیه؟ اوکیه. شما همین صحبتتون داشته باشیم، صورتتونم به بهترین نحو ممکن داریم. بریم که برای دوستانی که از جاهای مختلف اومدن و امکان داره که شما رو نشناسن یه معرفی داشته باشید. امروز به اول از همه این که سلام میکنم خدمت شما، این که شما جلسه رو داری برگزار میکنی، من سورپرایز شدم خودم واقعا. اول از همه یه استرس خیلی عجیبی دارم که شما رو داریم امروز. تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دارید. جلسه رو شروع میکنیم دیگه. من امروز کلن همه اتفاقایی که داره میفته واقعا یه جورای کرکوپرم داره میریزه، از این جلسه‌ای که شما داخلشی و از طرفی پلنی که امروز اومد بالا. اصلا کلن دارم منفجر میشم، نمیدونم این همه انرژی چیکار کنم امشب. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. اگر که سوالی هست من در خدمتتونم دکتر جان، اگه نه من شروع بکنم از داستان شخصی خودم که وارد نتورک شدم چجوری رو توضیح بدم. یه سوال اول خودم دارم، تو هم مثل من خجالتی هستی یا نه؟ من چون واقعا همیشه خجالتی بودم و اینا، من یه همچین حسی ازت گرفتم جدا از مؤدب بودن فوق‌العاده‌تون که فوق‌العاده است و حس خیلی مثبت خوبی که من ازت میگیرم. آیا شبیه من خجالتی بودی یا نه؟ یا شما ریلکس‌تر بودی نسبتاً؟ دکتر جان توی قبل از نتورک هم چرا یه خورده خجالتی بودم، و حالا توی مسیر نتورک نه، روز به روز به قول بچه ها میثم پر روتر شد و کلن عوض شد، یه میثم جدید ساخته شد. اول قبل از نتورک هم چرا، ولی الان اصلا خجالت نمی کنم و کاملا درصد در خدمت شما. عالی. دوستان میخوان بپرسن که سن و سال چقدره، چون یه لیدر بسیار جوان و فوق‌العاده به نظر میرسین، و چرا توی سن پایین بخوایم شروع کنیم؟ نه اگه سنتون پایینه، نمیدونم، امیدوارم. نه سنم پایین نیست، ولی خب جوون موندم به خاطر محصولات. بله. یه جورایی بهم میگن بیبی فیسی. من متولد 69 ام، 17 1 69.
لیسانس مکانیکم میشه 30 سال. 30 سال. ارزم به خدمتت این که حالا سن و سال یه عدده دیگه، ولی خب چیزی که هست این که یه چند سالی هست دارم کار میکنم و از این که دارم نتورک کار میکنم خیلی خوشحالم. یه جورایی به همه میگم اینو، من میگم نتورک واقعا شانس زندگیم بوده و خدا رو شکر که من وارد این سیستم شدم. روزی 100,000 مرتبه معرفم، بالا سریامو دعا میکنم. من در خدمتتونم. اگه آدرس خونه رو بدیم از محصولاتی که استفاده میکنی خودت سه ما هم میفرستیم که با یا نه یا فقط شیر نمیکنین اینا رو. چرا، من انرژیزا خیلی میخورم، از آب میوه‌های شرکتمون خیلی دوست دارم، یکی از فیوریت هام مورد علاقه من، کلا احتیاط دارم به آب میوه انرژیزا. عالی، فوق العاده. دوست داریم که از داستان زندگیت بشنویم، داستان بیزنست بشنویم. در بله بله، من شروع میکنم صحبتم اینجوری، من همیشه با یه داستان به نظرم خیلی روم تاثیر گذاشت. داستان اینجوری بود که یه روز یه گدایی یه داستانی داشتم میخوندم. داستان اینجوریه که یه گدایی توی روستایی بوده و داشته گدایی میکرده، میره پیش یه زاهدی، حالا میگن حضرت سلیمان بوده، حالا هر شخصی، بهش میگه که من دیگه نمیخوام گدایی کنم، خستمه، میخوام پول در بیارم، میخوام درآمد داشته باشم. حضرت سلیمان میگه که خب من کمکت میکنم، یه شخصی رو میشناسم، یه تاجری، این تاجر یه سری جنس به شما میده، شما میری توی شهر دیگه این جنس ها رو تحویل میدی و یه هزینه رو دریافت میکنی، با همون میتونی گذران زندگی بکنی. اون شخص وسایل رو میگیره، میره داخل یه مسیر رو داره طی میکنه، به یه صحرای برهوتی میخوره. همینجا که داره میره با این اجناس، یه عقابی رو میبینه. عقابی چی بوده داستانش؟ عقاب کور بوده، یه عقاب نابینایی رو میبینه. نگاه میکنه بهش، میگه این عقاب وسط این صحراها چطوری زنده مونده؟ چجور قضا میخوره؟ کی بهش روزی میده؟ میگذره، میگه بذار وایسم ببینم کی به این چجوری زنده مونده، این چه اتفاقی؟ یکم وای میسه، قایم میشه، میبینه که یه عقاب بالغی که بیناه میاد به این قضا میده و این هم گذران زندگی میکنه و دیگه زنده میمونه دیگه. گدا اینجا میگه که خب چه کاریه، خدایی که روزی یه عقاب کور رو داخل صحرا میده، خب به من هم روزی میده دیگه، من همون گدایی رو بیام انجام بدم، چه فازیه. جنسا رو میره پس میده و باز میره همون گدایی خودش انجام میده با این استدلال. حضرت سلیمان میاد میبینش، میگه تو که همه داری گدایی میکنی، مگه به من نگفتی کمکم کن؟ چی بوده داستان؟ داستان رو براش تعریف میکنه، میگه که اینجوریه، من این صحنه رو دیدم و به این نتیجه رسیدم. حضرت سلیمان یا اون زاهده یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که خب تو هم عقاب بینا رو دیدی که به بقیه کمک میکنه، همین که اون عقاب نابینا رو دیدی که دستش دراز واسه روزی گرفتن. سوال من از تو اینه که چرا انتخابت این بوده؟ چرا انتخاب تو این بوده که بقیه بهت روزی بدن؟ من قبل از نتورک صدام فکرم میپیچه، من قبل از نتورک دکتر جان یه آدم کاملا مصرف کننده بودم، یعنی مثل عقاب نابینایی بودم که خانوادم حالا خرجم میدادن یا حالا هر چیز دیگه ای. و وقتی که وارد بیزنس نتورک مارکتینگ شدم، تصمیم گرفتم علاوه بر این که مستقل میشم به بقیه هم کمک کنم، از جمله خانوادم که تا الان 20 سال 30 سال خرجمو دادن و دوست داشتم واقعا دیگه از یه جایی به بعد این قضیه قطع بشه و من بشم اون عقابی که اینا رو کمک میکنم. این داستان یه تلنگر به من زد و باعث شد که فکر میکنم توی 6 ماه اول نتورک هم این داستان رو من شنیدم، یه کوچولو دیگه قضیه هم عوض شد، اصلا ساعت نگرشم عوض شد، داستانش تونست مسیر زندگی ما عوض کنه. این یکی از داستانهایی بود که من همیشه واسه هم الهام بخش بوده و توی تک تک جلساتم بهش اشاره میکنم. من هم مثل همه بچه ها خب یه شخصی بودم که حالا قبل نتورک
نسبت به این آدمی که هستم 180 درجه فرق میکنم. یه روز یکی از صمیمترین رفیقام، یکی از کسایی که واقعا از صمیم قلب تا آخر عمرم عاشقشم، بهم گفت که، چون از اونجا که من آدم فوق العاده شکموی هستم، بهم گفت که بریم شام بیرون. گفتم خب باشه اوکی. گفت که قبل از که بریم شام بیرون، بریم دفتر کارم یه وسیله یه جا گذاشتم. و ما رفتیم داخل یه دفتری، دفتر که چه عرض کنم، یه برهوتی بود، یه چهار تا صندلی و تیر تخته توش بود و یه وایت بورد بود. ما رفتیم اونجا و دیگه رفتن همانجا و پرزنت شدن همانا، یعنی همونجا پرزنتمون کردن دیگه. یه شخصی اونجا منو پرزنت کرد که مثلا من اگر آمریکا بودم، اون شخص جمهوری اسلامی بود. 180 درجه از لحاظ عقاید، از لحاظ ظاهر، همه لحاظ با هم متفاوت بودیم. حالا راجع به اون آدم هم میگم که کی بود. من وقتی دیدمش تو نگاه اول گفتم که خوبه من معرفم دیگه، خوبه جمهوری اسلامی بود. من نه، من آمریکا بودم. اوکی جمهوری اسلامی بود. من دیدمش به بالا سرین گفتم که خدا بیامرز، پیام بهش گفتم پیام اینجا چی اطلاعات من آوردی، سپاهی این 2 کیلو ریش داره، داستانش چیه؟ ما همینجوری داشتیم پرزنت میشیم، زیادم گوش نمیدادم که من چی میگه، چون من تصمیم گرفته بودم که گوش ندم، یعنی اصلا رفته بودم که زن گوش ندم، زیاد مهم نبود واسم. و گفتم بذار این بگه دیگه، بذار بگه. من هرچون اصلا با اون آدمه، من تو نگاه اول راسیاتش حال نکردم و به من اصلا نمیخواد. شروع کرد پرزنت کردن، یه سری عدد گفت. یه دونه من تو پلن قبلی، داخل کمپانی قبلی که کار میکردم قبل پنبریز، چون یه نت دیگه هم کار میکردم، یه کلام بهم گفت، گفت اینجا میتونی مایک 100 میلیون تومان پول در بیاری. و اینو در نظر اون 100 میلیون یادم موند. با اینکه پیام بهم گفت که من بهش گفتم من بلد نیستم بفروشم، دوست ندارم، ارتباطات ندارم، از فروش متنفرم، همه این حرفا رو زدم. گفت که به من اعتماد داری؟ گفتم آره. گفت که من تو رو جای بعد میبرم، تو داداشم دیگه؟ گفتم آره. گفت بخاطر من بیا وارد شو. و حالا پولم نداشتم، یه داستانی هم داشتیم واسه این پول جور کردن و قرض گرفتن و شکستن قروض و اینا رو کار ندارم. ما پولمون رو جور کردیم، ثبت سفارشمون رو زدیم، وارد نت شدیم و حالا به هر ضرب و زوری بود کار کردیم. فکر میکنم 5 روز از استارتم به نت هنوز نگذشته بود که تو آموزش بودم، بابا متوجه شد که من وارد یه کمپانی شدم که از لحاظمون غیر قانونی بود، یعنی از لحاظ ذهنیتمون این فکر میکرد، چون بابا قبلا داخل کمپانی های کوست کار کرده بود و اونجا هم جز لیدرهای مثلا اهواز بود، خیلی مثلا گنده بود و اینا، ما رو یه جورایی زندونی کرد تو خونه. گفت که اگه برید وارد این کمپانی ها بشین، من قلم پاتو خورد میکنم. من زنگ زدم به معرفم پیام، بهش گفتم که این بنده خدا ما رو اینجا گرفته، بیه نجاتم فقط بده. من اصلا نمیتونم یه روز تو خونه کامل بمونم، الان 2 روز نمیذاره در بیام. اومدیم و خب با همون بردیم وزارت صنعت و معدن و براش 2 ساعت توضیح دادن که آقا این کار قانونیه فلانه. پایین وزارت صنعت و معدن یه حرف بهم زد خیلی قشنگ، بهم گفت ببین آره این هرمی قانونیه، این همونه ولی قانونیه ولی هرمیه. خب ما شروع کردیم، من تو مسیر نتورکم خیلی منفی خوردم از عزیزترین آدمای زندگی من، پدر مادرم الان تو لایو هاید کردم، چون بهم میگن اینا رو نگو، ولی واقعا نمیتونم نگم، چون خیلی ها میدونم تو زمان الان استارترن و وحشتناک منفی میخورن. من ویژنم، مامانم داخل سیستم هم میدونن، ولی بزرگترین منفی های زندگیمو از خانوادم خوردم. مثلا بابام، مثلا بعد از الان یه زمانی مثلا من میخواستم یه صبونه یه نهار خونه بخورم، می نشستم سر سفره دیالوگی می شد، می گفتیم که بابا راجب یه سری آدم احمق صحبت می کرد که تو نتورک مارکتینگ پولشون رو خوردن، شروع می کرد منفی دادن. یا مثلا وقتی من می رسیدم خونه، یه کیف چرم داشتیم تو کمپانی قبلی، با این کیف با کت و شلوار و اینا می رفتیم، با اون می گفت که این کیف رو پسرت بگی، با مامانم می گفت این کیف رو پسرت بگی سنگین پر پوله، تیکه می انداخت، یعنی همینجوری تیکه می انداخت بمون دیگه. خلاصه یا مامانم مثلا منفی میزد، میگفت که
من میخواستم مثلا با دایره بازار گرمم کار کنم، با خالام، با دختر خالام، همه فامیلامون. میگفت که جنس های میسم تاریخ مصرف ندارم، قاچاقم. هر کی از فامیلم وارد بیزنس میسم بشه دیگه حق نداره با من ارتباط داشته باشه. یعنی اینجوری منفی میزنن که عملا من مجبور شدم از بازار سردم ورودیام بگیرم. گذشت کار کردیم رفتیم جلو. مامان من یه آپشنی داره، حالا بچه های سازمان هم این داستان رو میدونن، خانوما کلن به نظر من یه آپشن رو دارن، مثل این سانتریفیوژ های انرژی هسته‌ای هست، دور بر ثانیه میزنن، یه قور بر ثانیه میزن. یعنی همین جوری مثلا میمد، من میمدم تو خونه قور میزد. تو چرا؟ چون تنها ویژن زندگی مامانم این بود که من مهندس حالا نفت یا مکانیک بشم، مثل داییام شم، چون همشون شرکت نفتی هم. و من دوست داشتم شرکت نفتی باشم، چون زندگی داییمو دیدم خب اون زندگی خیلی خوبی داره، ولی داخل سن 60 سالگی به یه ماشین خیلی خوب رسیده. توی سن 60 سالگی حالا شاید مثلا بعد از بازنشستگیش یه خونه داره، دو تا خونه داره، یه ماشین خوب داره. من نمیخواستم تو سن 60 سالگی ماشین خوب سوار شد. من میخوام الان که جوونم اشغال کنم. به خاطر همین در تضاد بود طرز تفکرمون دیگه. منو آخ کرد، حالا یه مدت منو بیرون انداخت. ما یه دفتر اوایل داشتیم، اینو کلیدشو منم داشتم، حالا بالا سریم هم شاید نمیدونه، نمیدونم، میگم تو لایو نباشه. من شبا میمدم تو این دفتره میخوابیدم و صبح میرفتم پایین منتظر مثلا بالا سریم که آره من الان خونه اومدم، ولی من یه هفته کف آفیس میخوابیدم توی امانیه عواز. اونه که بچه عوازن میدونن شروع کردن کار کردن، حالا کاری به منفیای دیگه ندارم. گذشت تا اینکه درآمدم یه روز شد فکر میکنم حدود 3 میلیون تومان. بابام داشت من فشار میبرد که تو باید بری خدمت، اگه نمیری خدمت باید بری فوق لیسانس بخونی، دکترا بخونی، باید ادامه تحصیل بدی. اصلا اینا رو من نمیخوام، باید درس بخونی. من به خاطر شرایط خانوادگی کار کردم و نتونستم درس بخونم و تو باید جبران کنی. پورسانت هم شده بود 3 میلیون. دایمو که خیلی قبول دارن تو فامیل، رفتم اونجا نشستم، یه مهمونی خانوادگی تو خونه هم بود. گفتم که باشه من مشکل ندارم، اگه شما میگی که برو درس بخون مسئله ای ندارم. گوه حالا چقدر پورسانت میگیری؟ پورسانت بود و کلی مثلا ادعا نشونش دادم که من مثلا اینقدر. بعد نگاه کرد یه عینکی هم گذاشت رو چیچیش، بعد مثلا با اون دایم نشون داد، گفت مهندس بیا نگاه کن، مثلا من نگاه قبول ندارم، مثلا نگاه اونو نگاه کرد گفت چقدره، گفت مثلا 3 میلیون تومان. گفت که امکان داره اینو جعل کنن مثلا فتوشاپی چیزی باشه؟ گفت نه، اوکی آنلاین سیستمشون مثل که چک کرد اینو، آره اوکیه. بعد بهش گفتم خب ببین بابا، من اگه برم، رفتم تو سازش باش، گفتم ببین من اگه برم ممکنه 3 میلیونم کم بشه، سازمانم الان داخل رشد دارم، تو خود قبلا کار کردی، ولی اگه بمونم کار بکنم میترکونم و خیلی پورسانت ممکنه 3 میلیونم بشه 5 تومن بشه. اون واقعا حالا اشکال نداره، حالا اگه فوق لیسانس و اینا هم نگرفتی زیاد چیز مهمی نیست، انقدر آدم سی کلاس که بهشون میگن لیسانس میلیاردرن. ما شروع کردیم کار کردن. من یه زمانی اپتیمومو گرفته بودم، یه ویژن تیک زده بودم، دومین ویژنم بود، فکر کنم اکانت 7-8 تومن. ماشین اروندی گرفته بودم، خواشی خارجی اوتومات، اولین ویژن اوتوماتم بود. رفتم در خونمون از عمد روزی ویژنمو تیک زدم که مهمانی خانوادگی داشت، یعنی تمام فامیلا خونم بود. رفتم دم در دیدم دایم داره سیگار میکشه، بعد یه نگاه بدی بهم کرد، گفت حداقل میخوای ماشینی که قرض بگیری یه ماشین ایرانی بگی که یه دونه گلگیرش زدی مجبور نباشه خودتو بابات کلیهشونو بفروشی. بعد نگاهش کردم بودم مال خودمه. رفتم داخل که مامانم سورپرایز کنم، بهش گفتم ماشین خریدم فلان اینو. اومدم همه هنگ ماشین رو داشتن نگاه میکردن. یه بنده خدای حالا تو لایف شاید باشه، یکی از خاله‌هام گوی ماشین اکی دزدیدی، برو بهش پس بده تو رو خدا، باورشون نمیشد. یعنی یه 2-3 ماه ماشین زیر پام هم نمیبردمشون این ور ور، تازه متوجه شدن که با این ماشین خودم من خریدمش از این سیستم، خودم پول در آوردم. و این منفی ها هستن، بعض به یه قضیه ای هست. اینو من فکر کنم یا از شما یا از مشتاق جان یاد گرفتم.
و این داستان دقیقا برای منم اتفاق افتاد. این داستان کاملا واقعیه. یه زمانی خواستم منم یه جلسه شهرستان لکسوس آی 35 خریده بودم تازه. بعد یه دایرکتی داشتم این منو شیر میکرد. من عاشق سرعتم. این منو شیر میکرد، میگفت لیدر چند تا میره کیلومتر شو بچنس ما ببینیم چند تا میره. اون جاده مثلا یه 4 5 دوربین کنترل سرعت داره. منم سرمست حالا ویژن زدم بس با دایرکتم فالو بشه. پامونو چسبوندیم و کیلومتر چسبوندیم و مثلا جاده یه ساعته رو داخل 20 دقیقه 25 دقیقه رسیدیم. ما اینو پیاده کردیم داخل مثلا سربندر، ما ماشر جلسه داشتیم. وقتی که پیاده شد من گوشیمو نگاه کردم که مثلا زنگ بزنم از دایرکتم آدرس جلسه رو بگیرم. دیدم واسه اس ام اس جریمه. دیدم اس ام اس جریمه اومد. یه دونه، دو تا، سه تا، حالا اون موقع یادم نیست چقدر بود. ولی فکر کردم با خودم، گفتم زندگی آدم ها هم مثل اینه. یه زمانی یه سری آدم ها توی زندگیتون هستن منفی به تو میزنن، حالتون رو میگیرن، میگن فلان کار رو بکن، ولی اینا 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه هیچ جای زندگیتون نیستن، ولی جریمه واسه تو میاد. من تصمیم گرفتم داخل زندگیم به حرفی هیچ که جز بالا سریام گوش ندم و تنها تأثیری که میگیرم از بالا سریام. یعنی تمام من همیشه میگم دیگه، میگم بالا سریام انگا خدا هن. رضا امیری خدای، دکتر ادی خدای، میثم شریفور خدای، تاپ استار سعید خردمند خود. من فقط از اینا حرف شنویم دارم و این چیزیه که داخل نتفلیک متوجه شدم، چون حرف مردم برام ذره ارزش نداره. واقعا برای خودم دارم زندگی میکنم، چون این مردم اگر خدای نکرده یه اتفاق واسه تو بیفته نگاه میکنن ببینن حالا مثلا تو داخل مراسم فاتحه حالا مثلا نار میدی نمیدی، بارون میاد نمیاد، بعد میان اصلا باید زندگیمو بر اساس اینا بزنم. اینا آدمایی ان که حتی صمیمیترین آدمام 10 سال دیگه تو زندگی من نیستن، 5 تا من به من اعتبار نمیدن، هیچ گونه کمکی به من نمیکنن، پس برای چی زندگیمو بزنم بر پای اینا؟ اینو میگم واسه کسایی که استارترن، تازه میخوان وارد شن دیگه. بابا اینقدر من منفی شنیدم، اینقدر منفی خوردم از عزیزای زندگیم، میدونم خیلی سخته، ولی هر وقت حالم بد میشد میرفتم پیش بالاسری، میرفتم پیش بالاسری مثلا اینه اینا که چک خورده بودن، چون استارت کار آدما به نظر من باکشون کوچیکه، مثل باک پرایدن 20 لیتر بیشتر جا نمیگیره، هی باید شارژشون کنی، هی بری بنزین بشون، ولی یه زمان دیگه میگذره تو خودت اصلا اینقدر خود خودتو فالو میکنی. ولی استارت کارم اینجوری بود، من فکر می‌خوردم میرفتم پیش بالا سریم قشنگ یه باد به میزد میرفتم میتری کنم و سیستم هم اینجوری بود دیگه. این روال رفتیم جلو، خدا رو شکر نتیجه گرفتیم. حالا مرسی میسر، هنوز به جای خیلی خاصی نرسیدم داخل سیستم، الفم، هنوز الفم، ولی خب نسبت به کسایی که وارد این بیزنس نشدم بام قطعا جلوتر. مرسی میسر، تو کلامتون ببخشید من یه چیزی هم از شما تو کمپ فکر میکنم بابلسر یا رامسر یا قوتا چند سال پیش یه جمله‌ای گفتین که شما چه بخواین چه نخواین لامبورگینی به نظر من بهترین ماشین دنیاست. شما چه بخواین چه نخواین، چه بلد باشین چه بلد نباشین، ویولون قشنگترین صدا رو داخل سازا داره و نتورک مارکتینگ هم به نظر من داخل شغلات تجارت قرنه، بهترین تجارتی که من میتونستم بهش معرفی شم. حالا شما چه بخواین منتقدش کنین، دیسش کنین، چه نخواین، من این بیزینس رو با قلبم دارم کار میکنم، میرم جلو، هر روزم دارم این معجزه‌های جدید میبینم مثل امروز. میسم عالی بود، عالی بود، با انرژی بسیار، اصلا نه اشتباه میکردم، میکردم که تو خجالتی هستی، فوق‌العاده‌ای. حالا یه جایی دلت بسیار پر بود، ولی ما داستان‌هاشو میگیریم در واقع از بحث چیز و اینکه این همه نگاتیو دور و برت باشه از افرادی که دوستشون داری، از افرادی که واقعا کلی قبلش هم زحمت کشیدن برای تو، یه ذره سخت‌تر از اونو رد کردن، ولی تو رد کردی. یه درس فوق‌العاده‌ای که همه دوستان که اینجا تشریف دارن میخوام که باهاش، اگه یه چیزی از میثم بخوایم بگیریم این داستانش بود که من رفتم با اون سرعت رفتم و اونا وقتی پیاده شد جریمه هاش برای ما اومد و افراد میان حرفای خودشون رو براتون میتنن. یه کتابی هست به اسم آن بولشت یا حرف مفت، خب که میگه حرف مفت از دروغ هم خطرناکتره،
چون توی دروغ صاحب داره و میدونی که تو وقتی دروغ میگی یه جایی قرمز میشی، یه جایی به رود میارن، یه جایی اعتبارت از بین میره. ولی توی حرف مفت و حل میگیری، یه حرفی میزنی بعد میری دیگه. خب و افراد زیادی میان حرف مفت میزنن در واقع بدون اینکه هیچ هزینه براشون داشته باشه، توصیه میکنن، ولی جریمه هاشو خود شما میدین. همه چی فوق العاده بود، غیر از بحث قربرسانی که برای خانم ما گفتی، اون نظر که ما رو در ننداز با اونام اینقدر در مورد ما خصوصیات های بد ما هم در واقع مطلب دارن که میتونن بگن، ولی خب بزرگواری میکنن نمیگن. غیر از اون چیز همه چی فوق العاده بود. مرسی بابت این همه انرژی، مرسی بابت درس های فوق العاده که به همه دوستان دادی. مرسی میثم جان، قربانشم، خیلی خوشحال شدم، قربونت برم. ساعت چیز ما تموم شد، ساعت لایو ما تموم شد و چند چهار تا لایو فوق العاده داشتیم. مرسی از اینکه همه دوستان اینجا تشریف داشتین، فوق العاده بود، واقعا فوق العاده بود. از همتون ممنونم، از دوستایی که اینجا تشریف داشتن ممنونم، از این همه انرژی و قلبی که فرستادین ممنونم، قربون اون قلبتون برم که فوق العاده این. و من میکروفون میدم به امین جان سلمانی عزیز، صاحب مجلس، که بیان بغلم. یه ذره چیز بود، ما گروگان گرفته بودیم اینجا و دوست داشتم که به جاش باشم، خیلی به جای امین بودن سخته، ولی سعی کردم خوب باشم. تلاشم اوکی بود. سلام، درود بر همگی بچه ها. دیگه واقعا دیگه تمام تلاشم کردم که این برنامه به بهترین شکل ممکن برگزار بشه و که دیگه همین اتفاقم افتاد. خیلی دوستتون دارم. شب خیلی خوبی داشته باشین، فوق‌العاده باشین، هر روز و هر روز و هر روز و هر روز واین هستین، مثل تمام دوستانی که در واقع اومدن داستانه زندگیشون رو شیر کردن. امیدوارم که دفعه بعدی شما باشین که داستانتون رو شیر میکنین، که چون شنیدن داره، این داستان شنیدن داره، هممون انرژی میگیریم. مرسی از همه تون. اینو برای کیف. مرسی، خدا بعد برای من لایف سیو میشه. تو بدونی که من یهو خرابکاری کنم، لطفا سیوش کنین لایو. نمیدونم چی که خدا بشه سیو میشه. خدا بچه ها، مرسی.